صبح تولد دوباره آغاز جدید و شروع مجدد هست برای هر کسی که بیدار می شود و سحرخیز است. سلام، صبح همه شما هموطنان عزیزم بخیر، شمایی که در هر گوشه و کنار کشور هستید و پای تلویزیون های خود نشسته و بیننده بامداد خوش هستید و وقت کسانی بخیر که در بیرون از کشور همین لحظه بیننده بامداد خوش هستند. صبح شما هم بخیر که در داخل کشور هستند، وقت اونا بخیر که در بیرون کشور هستند. نجیب رحمان سمیل هستم با جمعی از همکاران خود، دو ساعت مهمان خانه های شما در برنامه امروز بامداد خوش. امیدواریم تا پایان بیننده برنامه خودتان باشید و از داشته های امروز ما هم مستفید شوید. البته از داشته های امروز برنامه من بخش درمانگاه داریم که دکتر سیف پردیس مصنوعی با ما خواهند بود و ازشان حتما مشتم در مورد چربی اضافه کمر و بغل که چگونه بتونیم میره کنترل بکنیم و همچنان بخش ورزشگاه هم داریم که همکار خوب من قیس جان نوابی خواهند آمد. گزارش هم داریم از باس جان ایرج. بخش خانواده هم داریم که خانم تحمینه قادری کارشناس خانواده خواهند آمد و در مورد دروغ گفتن اطفال صحبت میکنی که چرا اطفال در حالی که بلد هم نیستن میاین سر میزنن به ای که چرا دروغ بگوین و دروغ هم میگن، چرا میگن اصلا؟ بیشتر باشن صحبت میکنیم که و معالجش هم بر ما خواهند گفت. خب پیشفرض هم داریم امروز، بخش کودک هم داریم که دو کودک نازنین را با خود خواهیم داشت و از اونا هم بشنویم، محمد نجیم جان و حسنات. و همچنین سوشال میدیا هم داریم که همکار خود صرف جان میاد و تازه های سوشال میدیا را اینجا خدمت شما تقدیم میکنه و بخش تکنولوژی هم داریم که مهمان ما انجینر سب زرمتی هستند و در مورد موجهای مخابراتی و ضرر آن صحبت میکنند. این است از داشته های امروز بامداد خوش. امیدواریم که شما هم تا پایان بیننده باشید. اما از خبرهایی که از دیر صبح اتفاق افتاد و ما هم مهمترین هایش را آماده کردیم تا اینجا خدمت شما تقدیم بکنیم. خبر اول هم از قزاقستان است که قزاقستان بعد از آمریکا یگانه کشوری است که رمز ارز را کار میکنه و استفاده میکنه، خصوصا مسئله بیت کوین را که زیاد مطرح است. بعد از آمریکا قزاقستان بیشتر در راستا هزینه کرده و صرف کرده و در راستا در شب روز هم قزاقستان مصرف برقش میگن 8% بالا رفته و اما آیدی هم که تو حد باید داشته باشه که نداره. خبر دیگه از یک تعداد رانندگان موتورهای باربری در کانادا هست، در پایتخت کانادا، که به خاطر جبری شدن واکسینه در این کشور دست به اعتراض دادن و خواستن که تمامی دریوران یا رانندگان موتورهای باربری از سر تا سر کانادا جمع شوند و در اعتراض تحت عنوان کاروان آزادی بپیوندن و سر خود را بلند بکنن به خاطر جبری شدن ای که همه مردم باید واکسین بکنن بعد از خانش بیرون شوند. تحت نام کاروان آزادی یک اعتراض بسیار بزرگ کردن و یک همایش را هم برگزار کردن. خبر دیگه هم از نیروهای نظامی اوکراین هست که تمرینات نظامی خود را نیروی نظامی اوکراین در منطقه خراسان نزدیک به جزیره کریمیا در مرز روسیه مشق کرد و مقامات آمریکایی هم گفتن که روسیه هم به نزدیکی مرز اوکراین جایی که نیروهای یک کشور مستقر است مواد طبی به شمول بسته‌های خون هم فرستاده و اقدامی که میگه به آمادگی نظامی مسکو اشاره دارد و گفته میشه که جنگ در راه است بین اوکراین و روسیه که به پشتیبانی آمریکا که طرف هم به اوکراین شده. یه از جنگ و جنجالی که بر ترتیب روسیه که آمادگی آمتام داره در راستا. خبر دیگه هم از پولند هست که پولند به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان دیوار را میخواد بنا بکنه که حدود 400 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت و 186 کیلومتر مسافه داره که 186 کیلومتر دیوار نمی سازه به خاطر از اینکه پناهجویان از مرز بلاروس وارد پولند نشن. به هر ترتیبش مهاجرین که در روز تا روز در از طرف اروپا زیاد میرن و از کشورهای مختلف خصوصا کشورهای مثل افغانستان و سوریه و عراق و کشورهای دیگه هم مثل پولند و بلاروس اینا هم هر کدام میخواین که موانع ایجاد بکنن و دیوارهایی را بنا بکنن تا اینکه از ورود پناهجویان جلوگیری کرده باشن. خبر دیگه هم از سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی افغانستان محمد یعقوب هست، مولا محمد یعقوب که در یک سخنرانی در فاریاب گفته که مخدوم عالم اگر به خاطر کار یا مشکلی که در فاریاب به میان آمده اگر گناهکار باشه ما او را خود مجازات میکنم، اگر گناهکار نباشه یک بیگناه هست و تا فعلا هم متهم هست که برش نمیتونیم بگوییم که مجرم و گفته که ما به همه اقوام که مهم نیست که از کدام قوم چه کسی هست
چی ازبک باشه، چی پشتون باشه، چی تاجک باشه، چی هزاره باشه و چی هم عرب باشه، هر قومی که باشه در افغانستان یکی باید از حقوق دیگرش دفاع بکنه، نه اینکه هر کس استاره شو و تنها بگه که قوم ما است و چراغ است، به قوم حقوقش پرداخت نمیشه. ما از همه اقوام دفاع میکنیم و حق هیچ کس هم خورده نخواهد شد. این صحبت های ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع در یک سخنرانی در فاریاب بود که روز گذشته کرده. بر ترتیبش این بود از خبرهایی که از زیر و صبح اتفاق افتاده. ما هم مهمترین هایش را جمع کردیم، دانه‌دانه اینجا خدمت شما تقدیم کردیم. همکاران میگن که بسته معلوماتی آماده نشر هست که با هم میریم و یک جای بسته معلوماتی را میبینیم. چه رنگ های جالب داره؟ به هر ترتیبش رنگ قهوه‌ای، فکر اشتباه اگر نکنم رنگ زنگولی که مردها و آقایان در کل رنگ ها را اشتباه میگن، بر ترتیبش خدا کنه من اشتباه نکته باشم، رنگش زنگولی بود فکر میکنم. بر ترتیبش یک چند بیت شعر از را خدمت شما تقدیم میکنم. بینندگان عزیز مستقیم وقفه هم میگیریم. میگه آن نیمه نان که بینوای یابد، وان جامه که کودک گدای یابد، چون لذت فتحی است که اقلیمی را لشکر شکنی جهان گشای یابد. ما هم یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه بامداد خوش همراه ما باشید و ما را فراموش نکنید تا پایان. سلام مجدد، بخش تکنولوژی هست و استاد زلمه زرمتی استاد دانشگاه و کارشناس تکنولوژی را به خود داریم، در مورد موشه مخابراتی و ضررهای آن صحبت میکنیم. صبحتان بخیر استاد. و علیکم سلام، خدا کنه که جور و صحتمند باشین و صبح خوب و زیبا را آغاز کرده باشین. خیلی ممنون استاد. موجهای مخابراتی آیا نقص داره، ضرر داره؟ یک تشویشی وجود داره که تا فی الحال به ثبات نرسیده و محققین جهان که سرش تحقیق کرده به این نتیجه رسیدن که تا فعلا کدام اندیشه هایی که وجود داره قابل اثبات نیست و یک تشویش است که از طرف ارگان های عمومی پخش شده و کدام واضح مشکل صحی تا فعلا درک نگردیده و مشکل صحی که داره که در یکان بخش ها به ثبات رسیده و واضح است و معلوم دار است، خب به اصطلاح یه درگت خورده که به حساب چی باید واضح شود که اصلی نواقص صحی کدام بخش تکنولوژی داره. استاد حتما موج هایی است که خطرناک است، یه گت هم خورده یا بر ترتیب شناس شاخص بندی نشده که کدام یکی بی ضرر است کدام ضرر دار. خوب است که بشناسیم کدام یکی از موج ها بخش بندی شده و خوب سوال کردن راجع به این موضوع باید بیایم که مردم فهمشان در این باره واضح شود. در عموم امواج رادیویی به دو بخش تقسیم گردیده از لحاظ صحی. یک بخشش به نام آینایز نامیده می شود که واضحا خطرات خود داره و یک بخش به نام نان آینایز یعنی غیر آینایز. همین آیونایز ما در چه استفاده میکنیم؟ آیونایز که از اکثریت امواجی است که در بخش طب استفاده میشود، مثل امواج اکسری شد، امواج گاماری شد و این امواج هستند که در حساب تست های طبی استفاده میشود و دکتر صاحب های ما شما نیست توصیه میکنه که از حد زیاد این اکس ها باید گرفته نشود و فرض مثال اکس های اکسری چند ثانیه عمر ما شما را کم میکنه که با اون خاطر تفسیر دکترایی است که بدون ضرورت باید عکس های اکسری یا عکس های تلویزیونی دیگه ای که هستند او گرفته نشود و با طبق مشوره دکترها اگر لازم بود باید گرفته شود. و در بخش مخابرات اگر ما شما بیاییم از امواج نان آینایز تا فیل حال که سیستم ها به حد 5G رسیدن، اکثر کشورها که 5G را تطبیق نموده متاسفانه همزمان مسئله کرونا هم به وجود آمد که زیاد انتقاد سر 5G گرفته شد در کشورهای غربی که و نفوس پرنده ها کمبود شد با کاهش افتید و این کارها همزمان به وجود آمد و ملامتی سر تکنولوژی افتید
یه از با همین مجردی که می 5G میگه تطبیق شد، این مشکلات همراهش با وجود آمد. اما نخیر، این مشکل با خاطر که تا فلحال اما حد امواج رادیویی که استفاده میشه در مخابرات اون آنالیز است و مشکل صحی نداره. و امواجی که در چک پوینت ها از ماشینایی که تلاشی میکنن بله استفاده میشه، او هم امواج پخش میکنه، یا میتونیم امواج راکت دست امواج پخش میکنه و او همچنان از جمله امواج نان آینایز استفاده میشود. و امواج آینایز ما میخوایم که ای را تشریح کنم که تفاوتشان در چیست. آینایز عبارت از امواج هستن که مولکول های وجود انسان ها تخریب میکنن، مانند امواج اکسره گماره که از وجود بدن انسان تیر میشن. و نان آینایز عبارت از امواج هستن که از پوست انسان تیر نمیشوند و باعث تخریب مولکول های وجود انسان نمیگردن. آمدیم در بخش سکنر و تلاشی. واقع است در زیر لباس ما که یک چیز پنهان باشه بخاطر تشخیص آنها میباشد، با اون خاطر نیاز نداریم که از پوست تیر شوند، اما از لباس تیر میشن و پس از پوست ما برگشت میکنن و ضررهایی که با مولکول ها از امواج آینایز میرسن از امواج اسکن ها نمیرسن و این همچنان قابل تشویش نیست و مردم در میدان های هوایی باشد، در جاهایی که امنیتی است، احساس ترس نکنن و این برشان باید واضح باشد. استاد، وایفایی که ما استفاده میکنیم، این وایفای هم امواج است که پخش میشه و اینترنت ما ازش استفاده میکنیم، اگر 24 ساعت فعال باشه و یا هم چند ساعت ضرر نداره، این هم یک در حساب امواج رادیویی این یک نظریه وجود داره که هر کدر امواج که امی حد فرکانسش بالا رفته میره فاصله انتشارش کم میشود. این یک ارتباط فیزیکی است و وایفای که است و البته در فرکانس های بالا کار میکنه، همین علت است که در 100 متری قابل استفاده است، ساحه انتشارش در مسافه یا در ساحه کم است و استفاده 24 ساعتش که هستن مردم در راست انداختن. اما باز هم اینمی جواب ما است که در حدود نانایناس قرار داره، قابل تشویش نیست. باز هم اگر مردم از تشویشش حراس داره، وایفای در جاهای نصب نماید که در اونجا بودی باشه خانواده ها که از کم باشه، مانند دالز ها شد یا دیگر جای هایی که رفت آمد در اونجا کم می باشه، در اتاک ها خود که نشین ها می باشه یا میشنه در اونجا برشان نصب نکنه. یک موضوعی است که امواج نان آینایز که هست مثل وای فای آمد، امواج مخابراتی دیگه آمد، این حرارت تولید میکنه، از همون حرارت باید مردم عام نترسه، چرا که این مولکول های وجود ما را اگر تخریب نمیکنه، مولکول های وجود ما شما را در حرکت میاره و او حرکت باعث حرارت وجود ما شما میگرده، حرارت وجود ما بالا میرود و مردم احساس میکنه که تب دارم یا دیگه مشکل است، اما او مشکل حرارتی است و هر کدر او حل رای حل داره. موبایل اگر در حساب صحبت ما داشته باشیم میدانیم که دور بگیریم صحبت کنیم، زیاد با گوشهای خود نزدیک نگیریم که از حرارت هم جلوگیری صورت گرفته میتوانیم. و یک توصیه به مردم عام این است که معمولا هم پوشش مخابراتی که است در پارتمان مانند بسیار کم است، در حساب های بلاک مانند بسیار کم است و مردم با مو خاطر مجبور است که از وای فای استفاده کنه. اینجا مردم هم یک ناآگاهی در مغزشان در فکرشان پخش گردیده که امواج مزدزاره هستن و با این باعث میگرده که شرکت های مخابراتی را نمیمانه که یکان پایه های پوششی را در داخل شهرک ها برشان نصب کنه که مشکل پوششی مخابراتی حل گردد. از یک طرف وار اجازه نمی دهد، از دیگر طرف وای فای در خانه های خود فریمان استفاده میکنه، با خاطر که از این مشکل یا هم بیغم شوه از وای فای ها کمپانی های مخابراتی را اجازه بدهد که با خاطر تقویه پوشش مخابراتی داخل شهرک ها
برشان تاورها نصب کنه که هم از وای فای بیغم شوه، هم از حرارت هایی که در وجودشان بوجود میاید، هم از او صرفه جویی بوجود میاید. استاد، بخاطر رفع پوشش مخابراتی حالا میشه یک راهکار می باشه، اما راهکار مهم یک چیزی باید باشه حتما که مثلا ما میبینیم در کوچه ها در بعضی از جاها در داخل شهرم پایه هایی از شرکت های مخابراتی نصب شده، میگن که هم خیلی ضرر میرسانه، مثلا پای شرکت های مختلف در یک حویلی مانده شده و همسایه های اطرافش هم خیلی ترس دارن که یک تشویش خطر داره. ما گفتم یک تشویش غیر اثبات شده گیسته، امواج مخابراتی تمامشان ولو که در حدود 6G بیاید 5G بیاید در حساب نان آینایز است و مشکل صحی ندارن، مردم از این تشویش نداشته باشن، اگر در خانه های خودشان پایه ها باشن، این به اساس یک سروی یک جای انتخاب می شود، در نقشه یک جای بهترین شمرده می شود و او یک خانه، یک فرد یا یک هموطن ما در اونجا برابر می شود و او حراس از این نداشته باشه که این البته با من خود نقص صحی داشته باشه یا به اطراف نقص صحی داشته باشه. ما یک مثال زدم برای اما هموطن ها گفتم میتونم صحیح درست است، امی پایه ها مشکل صحی داره، موبایل هم مانند یک پایه است، چرا که انتن گیرنده است، انتن دیتکت میکنه. خب وارا ما کجا بانیم؟ ما که در جبه های ما شما میباشه، در امرای ما نزدیکتر به قلب ما شما میباشه، در امرای وجود ما چسب میباشه، اما 20 سال بشه مردم عام ما شما از موبایل ها استفاده میکنه کدام عوارض صحی ندیده. یک مسئله حرارت حس کرده باشه که امو وجودی که موبایلشان بسیار نزدیکتر می باشه او جای یک ذره ما بیشتر ذکر کردم که مولکول های وجود در حرکت میاره و دیگه مشکل سیه وقتی که حرارت تولید میکنه پس در تغییر اقلیم میشنه میتونه رول داشته باشه. اینجا آمده موضوع مهم که تغییر اقلیم است، هیچ گونه رول در تغییر اقلیم امواج مخابراتی نداره و این باید واضح شود. یک معلوماتی که سر شرکت های مخابراتی مندازن میگه از وقتی که 5G یا 4G با وجود آمده ای از امواج بالا استفاده میکنه نفوس پرنده ها هم کاهش پیدا کرده. علت اساسی که ریسرچ شده و تحقیق شده زراعت بود، یگان مواد، یگان دواهایی که به خاطر اصلاح تخمسازی یا اصلاح زراعت پاشیده می شوند و استفاده می شوند. عموما پرنده ها غذایشان که هست از درخت ها می باشه، از زراعت می باشه و اونجا که دواپاشی می شوند اونمو دواها عامل گردیده که سر یگان پرنده ها اثر منفی کرده و باعث کمبود نفوسشان گردیده. اما متاسفانه یا فکر میکنه که این امواج مخابراتی است. رولی که دست تغییر اقلیم داره عناصر کیمیایی است. کدام عناصر کیمیایی؟ 4 عناصر کیمیایی که مشخص شده که رول عمومی در تغییر اقلیم داره. کاربن دای اکساید است، میتان است، نایترو اکساید است و هولو کاربن است. هولو کاربن ترکیبی از کاربن دای از عناصر کربونی است که اکثرا که در عبارت از گازهای یخچال، گازهای ایرکندیشن، عطرها، سپریهای می باشد که در تغییر اقلیم رول عمومی داره و با شما احساس نمی کنیم که این خود رول عمومی داشته باشه. ازدیاد استفاده زیاده از ایرکندیشن ها، از اضافه از حد ضرورت باعث در تغییر اقلیم آمده. این با ما شما یک سردی با وجود میاره اما باعث گرم شدن آب و هوا در مجموع میگردد. بدیل که نداره استاد فعلا؟ بدیلش این است که این ما شما عبارت از گاز همی عناصر که ما براتون ذکر نمودیم، این عناصر به نام گازهای گرین هاوس نامیده می شود، یعنی انگلیسی ما شما یارا گرین هاوس افکت گیس گفتم می توانیم، چرا که این یک تشکیل گرین هاوس جور میکنه. ما مثال اگر برتون بدم، گرین هاوس ها ما شما داریم که در هر آب و هوا با ما شما حاصلات می دهد. این یک پوشش پلاستیکی می باشه گرین هاوس که امواج
از یک طرف امواج افته و میمانه که داخل گرین هاوس شوه، اما پس نمیمانه که برگشت کنه. وقتی که پس در وقتی برگشت میره، همون پلاستیک های گرین هاوس مانعشون میگرده و پس منعکس میکنه طرف زمین، که این باعث میگرده که در گرین هاوس ها درجه حرارت بالا میباشه و باعث نشونمای زراعت میگرده. به اون خاطر ما شما میگیم که یگان حاصلات گرین هاوسی است یا فارمی است. اینمی مسئله تغییر اقلیم هم ربط داده به گرین هاوس. همی گازهایی که ما یادواری کردیم که در یخچال ها، در ایرکندیشن ها، در اسپری عطر ها، در استفاده از فابریکه های زیاد کاربن دای اکساید، ما شما از بخاری ها، از غال سنگ و غیره که در هم در خانه ها هم در فابریکه ها به خاطر تولید استفاده میگردن، گازهایی که خارج میگرده این پوشش فضا اتمسفر را میپوشانه و یک شکل گرین هاوس اختیار میکنه و شعاعای افتاو که است و را اجازه میدهد که داخل کره زمین گردد و پس که برگشت میکنه از کره زمین اجازه نمیدهد و پس و را ملاکس میکنه. این باعث میگرده که حرارت زمین با مرور قبل با مرور زمان زیاد شده میره و ما و شما بدیل هایش که داریم بدیل هایی هسته که از بله انرژی رینیوال، یک اصطلاح آمده به خاطر تغییر اقلیم، انرژی رینیوال یعنی از اسباب برق استفاده کنیم که مصرفش کم است. خیلی ممنون است. خیلی تشکر از شما. خانتون آباد. بسیار تشکر. خیلی ممنون. وقفه داریم و در ادامه بامداد خوش همراه ما باشید. سلام مجدد، صبح عزیزان بخیر که تازه به جمع ما پیوستن. بخش خانواده است و کارشناس خانواده خانم تحمین قادری را با خود داریم. در مورد دروغ گفتن اطفال صحبت میکنیم. صبحتان بخیر خانم قادری. صبح شما بخیر، صبح بینده تلویزیون هم بخیر باشه. خیلی ممنون. خب است که از دلیل شروع بکنیم که دلیل اصلی دروغ گفتن اطفال چی است در حالی که چستن بلدم نیستن؟ تشکر، بسیار زیاد سوال خوب است و یک موضوع بسیار زیاد مهم است که واقعا باید ما در مورد ازی بدانیم که چرا اطفال ما دروغ میگن. در قدم اول این را باید بفهمیم که خانواده محترم که در کدام سن طفل ما به دروغ گفتن شروع میکنه و ای که اینا تفکیک میکنن بین راست و دروغه. از سن صفر الا سن 3 سالگی طفل ما هیچ در مورد دروغ چیز را نمیفهمه. از سن صفر الا سن 3 سالگی. ببینین اطفال در بدون دنیای حقیقیشان اینا یک دنیای خیال هم دارن که این دنیای خیال از زمان از سن 2 سالگی شروع میشه آهسته آهسته و به سن 3 الی 6 سالگی رشد میکنه دنیای خیال اطفال ما که خانواده محترم ما امکان داره که بلدیت داشته باشن. اگر بلدیت ندارن ما برشان تشریح میکنیم که در این سن اطفال ما یک دنیای به نام دنیای خیال دارن. اینا در دنیای خیال خود هم زندگی میکنن، امکان داره که بعضی مسائل اینا در دنیای خیال خود زندگی بکنن و بیان بر ما قصه بکنن. مثلا امکان داره که از دان اطفال ما بعض مسائل بشنیم که امکان ناپذیر است و ایره خدای نخواسته ما برشان نگوییم که شما دروغ میگین. مادر من به فضا رفته بودم، مادر من به آسمان رفته بودم، یک کاری که هیچ حقیقت نداره. اما طفل در دنیای خیال خود رفته و ایره زندگی کرده. ایره باید ما بسیار زیاد در موردش معلومات داشته باشیم، بدانیم که در این سن طفل ما در کدام سن قرار داره و این صحبت هایی را که میکنه، قصه هایی را که بر ما حکایه میکنه، ای از کجا جنبه گرفته. مهمترین چیزی که ما باید در او توجه بکنیم سن کودک است، که کودک ما خصوصا از زمانی که طفل به صحبت کردن شروع میکنه و خانواده های فعال هستن، مادران و پدران فعال هستن که بالای طفل خود کار میکنن، که ما میشه گفتیم مطالب داشته باشن، بعض فعالیت های در بین خانواده داشته باشن، اینمی است که باعث رشد ذهن اطفال میشه و اینمی است که طفل به دنیای خیال خود زیادتر زندگی میکنه، چون در کتاب بعض مسائل میبینه، بعض بازی ها را انجام میده، بعض فعالیت ها را انجام میده و دنیای خیالش رشد میکنه. و ما ایره نامشه خدای نخواسته دروغ نگوییم، از اطفال خود بشنویم و میبینیم که
طفل ما از سن 7 سالگی رسید تا 10 سالگی اینو باز هم متاد باشیم که از سن 8 سالگی الا 10 سالگی آهسته آهسته اینا میدونن که راست چیز دروغ چیز. از سن 8 سالگی الا 10 سالگی اینا شروع میکنن که بفهمن که راست چیز دروغ چیز. دی وقت ما باید متاد باشیم که باز هم حرکت نکنیم که طفل ما جستجوگر شوه. ببینین کلمات منفی ما هیچ وقت به اطفال خود استفاده نمیکنیم. مثلا دروغ گفتن است، مثلا خدای نخواسته تو گناهکار شدی، این چیزا را نوست طفل ما نمیفهمه. اما اگر از دهن ما بشنوه اینمی است که جستجو میکنه، معنای کلمه منفی را میفهمه، اونموس که برای ذهنشین میشه و متاسفانه به تربیت طفل ما ضرر میرسه. حالا خانواده ای که یا هم خانواده هایی که به خاطر فهموندن آموزه های دینی به کودکشان برش میگن که اگر تو فلان کار نکردی گناهکار میشی؟ بله، ببینین هر سن هر مرحله از خود یک آموزش علیدی داره که ما باید ایره بدانیم. ما طفل کنوز نو سر زبان آمده، نو اینا قدم به زندگی گذاشتن، این طفل از گناه چی میفهمه؟ در حالی که خوبی هایی را ما داریم در جامعه خود، خوبی هایی را داریم در اجتماع خود که ما طفل خود از رای مثبت آموزش بدیم، که طفل ما از رای مثبت بدانن. یعنی هیچ لازم نیست که ما بر طفل بگیم که تو دروغ میگی یا که خدای نخواسته اگر این کارو بکنی گناهکار میشی، هیچ به این ضرورت ما احساس نمیکنیم. و ببینین رول فامیل، رول خانواده خصوصا پدر و مادر بسیار زیاد مهم است. شما سوال کردین که اطفال چرا دروغ میگن. نکات بسیار زیاد مهم است و جنبه های مختلف داره. طفلی که اعتماد به نفس ضعیف داشته باشه دروغ میگه. ببینین به سن رسید که اینا از 8 سالگی الا 10 سالگی اینا به مکتب رفتن شروع کردن، در اجتماع داخل شدن، اعتماد به نفس ضعیف داره دروغ میگه. کمبودی در وجودش هست دروغ میگه. از جرات کمش که در بین صنف خود ابراز کرده نمیتونه، در بین جامعه خود ابراز کرده نمیتونه، اما او ضرورت احساس میکنه که من هم باید با رفقا و دوستایم باشم، از این خاطر دروغ میگه. طفلی که بسیار زیاد بترسه، کدام اطفال میترسه خانواده عزیز؟ کسی که در بین خانواده خشونت زیاد صورت بگیره، پدر و مادر دیکتاتور در بین خانواده داشته باشیم، متاسفانه ارتباط ذره‌بینی با اطفال داشته باشیم که باید نداشته باشیم. چطور ارتباط ذره‌بینی؟ ذره ذره حرکات اطفال خود را انتقاد بکنیم، این کار باید اتو نشه، این کار باید اتو نشه، نه خیر نه. بعضی مسائل ما در بین خانواده نادیده میگیریم. ببینید مادر از وقت خود با اطفال خود سپری میکنه و طفلم به سن بسیار زیاد احساس قرار داره، میآید در خانه به اصطلاح یک عالم دروغ میگه و مادر آهسته آهسته فهمید که روز به روز این زیاد شده میره. ببینید در این صورت خانواده محترم مادر چی باید بکنه؟ اینه پیش خود نوت میگیره، طفل خدا بروش نمیگه که تو خدای نخواسته دروغگوی هستی. ببینین کلمه دروغگوی چقدر منفی است، چقدر یک کلمه است که انسان از او انرژی منفی میگیره. ای یک رای حلش ای از آقای سمیر با شوهر که اساس ترین کسی از خانم شوهر که اینا رای حل به خاطر تربیه اطفال خود می سنجن، باید اینا یک مشوره داشته باشن. بعدا ما چی یک رای حل بسنجیم؟ آیا کدام مسائل بسیار جد سبب از این میشه که طفل ما بر ما دروغ بگه؟ اینا اول باید خود پیش مشوره داشته باشن، چون از یک زبان با طفل پیش بریم. ببینید پدر اگر یک جمله استفاده کنه، مادر دیگه جمله استفاده کنه، معلمی که با طفل ارتباط داره دیگه جمله استفاده کنه، هیچ وقت طفل نمیتونه راست گفتن راست گفتن بیاموزه. ارتباط والدین با معلم و ارتباط معلم با والدین که طفل در بین صنف چه قسم رول بازی میکنه. ببینین بعضی اوقات که روزای شنبه میشه رخصتی را طفلا میگذرانن، عموما معلمین محترم پرسان میکنن که ما همین سوال پرسان کردیم از شاگردیم، رخصتی تان چطور تیر شد؟ در اونجا اطفال مختلف با سویه های مختلف وجود داره. مثلا بعضی فامیلا هستن رخصتی خود با طفل خود سپری میکنن، اما یک طفل از در اونجا با پدر سپری نکرده، با مادر سپری نکرده. ببینین میگه ما روز جمعه پارک رفتیم با پدر مادرم، اما طفل است که در اونجا خود کم احساس میکنه چون پدرش یا مادرش همراهش یک وقتی را نگذاشتن، چی میکنه؟ در امینجا یک دروغ میگه. اگر که معلم با فامیل ارتباط داشته باشه، از فضای فامیل معلومات داشته باشه، در اینجا باید بدانه که طفل این تو یک کمبودی رو در وجود خود احساس کرد،
اینمی هم یک راه حل است که زودترین فرصت با مادر به تماس شوه که من از زبان کودک شما این یک چیز شنیدم. آیا شما روز جمعه، روز رخصتی با اطفالتان وقت گذاشتندین؟ اگر بله، لبای گفتن بله خوب است. اگر نبود، فامیل متوجه میشه. این هم یک همکاری معلم است که با خانواده ها صورت میگیره. همی است که خانواده متوجه میشه که خوب ما اتر یک چیز انجام ندادیم و طفل ما ایر احساس کرده، ما باید یک فعالیت با اطفال خود داشته باشیم. یا مثلا بازیچه است، طفل او را نداره، در بین دوستای خود میخواد خود شریک بسازه، در اونجا چی میگه؟ از این مترک مصر خوش در خانه دارم، در حقیقت این نداره، اما به خاطر که با دوستای خود یک جای شوه، به این شکل این جملات ما دروغ گفته نمیتونیم. این چیزایی است که طفل کمبودیایی که در وجودش است میخواد خود تبارز بده و خدای نخواسته اگر که ایره باز بیاد خانه به فامیل بگه، فامیل باید بسیار زیاد معتادانه حرکت بکنه، زود به رویش نگویه که تو بچیم دروغ میگی، باید تو نداری. به این شکل جملات را که اینا استفاده میکنن زیاد زیاد باید مادر پدر دهی توجه بکنن. خدای نخواسته به روی از اونا ما نگوییم که شما دروغ میگین. سن بسیار زیاد مهم است و خدای نخواسته اگر که در ابتدا این مسائل در نظر گرفته نشه و از پرخاشگری با اطفال، ارتباط خشونت آمیز با اطفال صورت بگیره، باز مرحله جوانی که من همیشه میگم خدای نخواسته بسیار زیاد تخریب کننده است و در او زمان ما جلوشه بسیار زیاد به مشکلات گرفته خود تانستیم یا نتانستیم. حالا بیشتر عامل اصلی دروغ گفتن کودکان و والدین هست، پدر و مادر نقش بیشتر داره. رول پدر و مادر، ببینین بر پدر زنگ میایه اموسات نمیخواد با اون شخص به حساب ارتباط داشته باشه، در خانه نشسته. ایره ما شما دیدیم بسیار زیاد نرمال است، دیدیم متاسفانه. میگن که من در بازار هستم، اما طفل چی میکنه؟ اموسات میشنوه و ما چی هستیم؟ یک رول بازی میکنیم با اطفال. بار بار در موتر خودم شاهدش بودیم که یک کسی خودش نبوده در محل، من فلان جای هستم، من فلان جای هستم. بله، چی شد؟ ما خود ما یک تمثیل کردیم. متاسفانه ایره قسمی که شما گفتین بارها شنیدیم. یا یکی بسیار زیاد سخت گیری میکنیم در مسائل دینی. بچیم دخترم حتما باید نماز بخونی. بعضی اوقات در حالی که هنوز مرحلهش نرسیده. بله، ما پیغمبر ما دین بسیار زیاد به آسانی رول بازی کردن به امتشان. ما باید بر اطفال خود دین خود قسم تمثیل بکنیم که اونا دوست داشته باشند، نه ای که از ترس ما بخیزن عضو بگیرن نماز بخوانن. این بسیار زیاد، این در آینده نتیجه مثبت نداره. بعضی اوقات میبینیم اطفال از ترس پدر مادر حتی بی عضو نماز میخوانن. فرض مثال طفل ما عضو نکد نماز خوان و ما ای رفو میدیم، باز هم برش چیز نمیگیم. تا ای که طفل ما تحقیق کنه و در آینده بفهمه که نماز چیز قسمی که شما گفتین، در آینده بفهمه که دین ما چی است، مسائل اجتماعی چی است، ما خود ما بهترین رول باید بازی بکنیم تا ای که بتونیم از اطفال ما نتیجه درست بگیریم. خیلی ممنون خانم قادری. تشکر، سلامت باشید. سلامت باشید. همکار میگن که باید میان برنامه بگیریم. در ادامه بامداد خوش همراه ما باشید. ممنون از ای که قیس خادمی با ما فرصت گذاشته و حالا از طریق خط اسکایپ با وی وصل هستیم. خادمی عزیز سلام، وقتان بخیر. سلام برای شما، برای وطنان عزیز بسیار سیادمان باشید. تشکر، سلامت باشین. چگونه دانستین که کمربند WBA قاره اروپا که جز معتبرترین کمربند ها و لقب های مشزنی جهان به شمار میره بعد از برین؟ بله، ما سری کربنی WBA مسابقه هشتم بود که سرش مسابقه دادم و برنده شدم. اولین اوان بود که پیش از در پروفیشنال کمتر از ده فایت که کربنی WBA رو دیست میارم. بله، چون شما یاد کردین که با ریکورد 8-0 تانستین که لقب WBA قاره اروپا را بدست برین و همچنان معلوم میشه که سطحتان نسبت به دیگر ورزشکارا بلندتر بوده، میشه که از سطح بوکس در کشور که شما زندگی میکنین و همچنان قاره اروپا یاد کنین. بله، در اروپا کس جاتر بوکسر است و کمپیتیشن سختتر است که مسابقه سری کاروان بگیر. شما در کدام کشور اروپایی زندگی میکنین؟ در انگلیس، در انگلند خودم، در شهر لندن هستیم.
دیگه ده خصوصا خود در انگلند یکی در حساب اروپا حساب بوکسینگ یکی سخت‌ترین ملک است. یکی اول مکزیکو است، امریکا است و انگلیس سیوم میاید. دیگه در حساب کمپیتیشن خیلی سخت است که یک کارمند عزیز بیاید خود اروپا. دیگه ما اونو خوش شانس بودیم و خیلی زحمت کشیدیم که یک کارمند اولین بوکسر افغانیستیم است خود انگلیس که یک کارمند افیشال را عزیز بیاریم. بسیار خوب. خادمی عزیز، در مورد لقب های قهرمانی مجزنی جهان یاد کنین که چند لقب قهرمانی جهان است که شما هم تصمیم تان به ای است که تا او را به دست بیارین. اصلی چهار تا مینلی است، یکی از WBC، WBO، WBA، قد IBF، یک تای دیگه است ارگانیزیشن دیگه به نام IBO میگه، یک وقت فیشل بود آلی نیست دیگه. می چهار تا کس مینیش است. و شما تصمیم کدام لقب قهرمانی رو دارین که بخیر تا سطح قهرمانی جهان برسین و او رو به دست بیارین؟ ما دیگه هر کدام میشه گیر بخیر آمد ما فقط منتظر از این هستیم که بخیر دگیر تال بیه. دیگه می چانس سخت است که می چانس یک سری کاروان شاد بگیر، چرا خودی می هر کاروان که سرش مسابقه میتی یا سانکشن فی داره. دیگه سانکشن فی مثلا سری می WBO اروپا از نزدیکای خود انگلیس تا سری کاروان مسابقه میتی باید سانکشن فی شه که پایسه خودی ارگانیزیشن بوده که مطور چانس بوده که اگر در رنکینگ تو پرته نزدیکای 20,000 پاوند میشه دیگه. اونو دیگه خیلی سخت است و قچی نیست، خیلی زحمت و خیلی بله زحمت میخواه. خادمی عزیز، در مورد از این که شما همیشه تلاش کردین، زحمت کشیدین و حمایت مردم افغانستان چگونه میبینین؟ چون همواره تلاش کردین که زیر پرچم بیرق افغانستان مبارزه کنین و تا حال هم همه مبارزاتان که ما شاهد بودیم زیر پرچم بیرق افغانستان بوده. خودم دیگه چرا میخوایم که می بیرق افغانستان می کوشش ما است که اولین افغان بوکسر باشم که بیرق افغانستان در سری کربن جهانی بالا کنم. و نام خدا علی در این زمان در این وقت افغان بوکسر خیلی رشد کرده، آسیب جان است و یا مای سیدی است یا خیلی خودشون زمان زیاد میکشه که امی سیم گل ما که دارم، امی سیم گلی هم میخواید دیگه. ما خوشحال هستم با کلی ما زیاد زمان میکشیم. امی کاری ماست که باید افغانستان در نمبر یک در جهان برسانیم. بسیار خوب، ما شاهد هستیم خودت همیشه تلاش کردی، زحمت کشیدی تا به پرچم افغانستان افتخار کسب کنی به مردمت. همچنان از پروموشن بزرگ فرانگوارن بگوین که دومین پروموشن بزرگ جهان است و شما در عقد قرارداد از او پروموشن هستین که چند سال میشه در عقد از این پروموشن هستین و همچنان تمریناتتان تمامش زیر نظر امی پروموشن است یا تنها مسابقاتتان است؟ پروموشن است بله. امی فرانگوارن که است یکی کلانترین پروموشن در جهان است. امی پرنس نزیم احمدی که بود اینجا و از خود فرانگوارن تایسن فیوری و جو کازاکی، ریکی هاتن یا امیر خان یک وقت از خود فرانک وارن بود. پروموشن که است دیگه یک پروموتر است که یک کانترکت میده، مثلا 10 تا یا 20 تا فایت رو دیل میده که تو در زیر دیستنسی باید مسابقه بیدی. دیگه هر کسی خودش خوش کرد فتر میندازه، تو عقل نداره که بگی نیمه قدر مسابقه نمیتم یا قضی نمیتم. درست و چیزی که ما میخواهید بله پروموشن های بزرگ جهان معمولا تمام امو آخرین حرف خود از اونا میزنن وقتی که حریف مشخص میسازن. شما در ماه اپریل، در اول اپریل قرار است مسابقه داشته باشین، حریفتان مشخص شده؟ نه بله، که چرا ما از خودم یک سرجری پروسیدم چند وقت پیش در دسامبر دیگه تا حال ناو کمپ شروع کردیم دیگه سعی کردیم تا ما تارگیتی ماست تا اپریل. خود دونی فرانگورن نام گفته که تا اپریل بخیر اک تونسته که اک فولی ریکاور شده که مسابقه برید جور کنیم. باز ما گفتم بله دیگه، مال زیر دستی چی می کج هستیم که چی و میگم. بسیار خوب، چند سال است از افغانستان بیرون شدین؟ ما دیگه در 1998 ما میلیم از افغانستان بیرون شد. خودم تال جانه نامدیم فامیلیم رفته، خودم یک خودم نرفته تالیم. خواه درست، چی زمان رو میخواین که افغانستان بین؟ بخیر که به کاروانی جوان دیدشون بیاید و خوش دارم قایی چیز برم که حسابی توفه در افغانستان رو بیتم. چرا مرگی زمین جایی است که خودم پیدا شده دیگه
افغانستان خیلی دوست دارم و خوش دارم که یک چیز خودم به حساب توفه ببرم داخل افغانستان. بسیار خوب. مسابقه خودت با اجازه احمد که برگزار شد دو مرتبه، او به یک شکل در افغانستان و در پاکستان به یک کلاسیکو مبدل شده، اما مردم افغانستان منتظر ازی هستند که بار سیم چی زمان با او روبرو میشی، چون به یک شکل یک حریف بر خودت شده که خیلی سرسخت و نتانستی که از صد از او بگذری. بوکسینگ که یک چیز است که در حساب انگلیس میگه ستایل میکس فایت، این هر انسان که هست و هر فایتر که هست یک ستایل داره. مثلا یک وقت بود یعنی فلوید میودم یکان ستایل ها بود که شاید خودش چی نمیتن اگر اواید میکرد، خودش چرا موقع پاور داشت که اواید میتن، خودش پروموشن خود بود دیگه. از ما که بود اجازه همه در وقتی بدترین ما مسابقه دادیم، چرا در جون پندمیک بود، لاکداون بود، باز مثلا مادرم عزیز رفت 2020 نوامبر، مسابقه بعد از دو ماه بعد ازش دیگه منتلی ما خودم در مسابقه در موتی تنل ویژن نبودم. چند ماه بعدش ما ریماج کردیم در شهر زو و در ترم زو، هم فایتر بود، قهرمان هم بود. در اونجا هم دیگه در شهرش رفتیم مسابقه دادیم، کلگی من را در پایین پیرو شدیم که ججای انگلیس چی داد مساوی داد دیگه. بخیر ما در مسابقه سه ما دنی بعد از رمضان بخیر انشاءالله میشم. بسیار خوب. و از قضاوت شما شکایت داشتین، تونستین که ای را به یک شکل رسمی برسانین به پروموشنتان؟ پروموشنم خو امی پروموشنم اینالی اینجا که هست در دستی پروموشن نیست روی فری و جایی ها خودش یک امی لایسنسینگ که میتا خودش برام بیتش بوره باکسینگ کنترل میگه، یا امی خودش رولی خود داره و قانونی خود داره، از یا که پاورفول کس نیست خود انگلیس دیگه. ما چیزی که ما پاور داشتیم گفتیم ما را دیگه، یعنی کسی که گفتم جاش تیلر در اونجا بود، جاش تیلر که یکی اندیسپیدی بله، یکی از قهرمان های جهان هستن، جهان هستن که می کلی قهرمان دیشت خودش هست میسانی هم یکی تانا او هست میسانی هم قدی یکی فکر نمی کنید یکی دار دیگه در دیستی او بچه استرالیایی است، امی دو تا نفر هست که کلی قهرمان دیشتش هست میسانی هم پان فرام پان نمبر وان به حساب میگه. او هم مسابقه اولی ما را خو و هم خودش هم اونجا بود کامنتیتر بود و او فکر کرد که ما پیرو شده بودم در حساب پوینت. دیگر کسی اگر اپینین داره، جنگ کلوز بود، نمیگم که جنگ خیلی کلوز بود در حساب پوینت، مگم ما خودم که دو سه دفعه سه بار کسی کردم، ما در خودم در پوینت دو راوند سه راوند بالا بودم دیگر. خیر در دستی جاجا هست دیگر، دیگه کار نه انشاءالله در مسابقه سیوم بخیر دیگه. عالی. بله. کوچ تیمی نوام دارم، کوچی نوام دارم، بخیر کاریم پلانی ماست که نوکاوتش کنیم. بله انشاءالله که بخیر بتانین این ورزشکار را، چون حریف سرسخت هم به شما محسوب میشه، بتانین که از حد ازی بگذارین و شکستش بتین. در قسمت قضاوت داوران گفتین بله ما شاهد بودیم ای که جوش تیلر که یکی از قهرمان های جهان هستن، دیدگاهشون این بود که اون مسابقه را شما برنده شدین و به میشکل قهرمان های ازبق مجزنی و همچنان تعداد زیاد مربیان آیبا. قهرمان در مورد از این بگوین که چقدر فاصله دارین از لقب قهرمانی جهان و همچنان ما که آگاهی دارم شما در جمله صد بهترین هستین فعلا. بله وقتی که ما قهرمان WBO بودم در حساب WBO رنکینگ ما رنکینگی 8 در وقت باز WBO رو کجیست دادم، حالی رنکینگ بخارم 18 هم هست در حساب WBO. یعنی مسابقه بریتیش تایتل هم بخیر که بریم دیگه، پلان تیمی ماست که کاربانی کانویل تا دیره بخارد این سال دیدیس بریم، تا اگه می دید یا بخیر دیدیس بریم تا آخری سال ما چانس پیدا میکنیم که سری کاربانی جهانی دهیم. و از بکراند آماتور تان بگوین که چقدر دستاورد داشته؟ ما 28 امیچر فایت کردم خود انگلیس دیگه، از 28 26 تاش پیروز شدم، سوری 22 تاش پیروز شدم، 6 تاش که حسابی پوینت تشکر. تشکر. سلامت باشین قهرمان، بر شما آرزوی موفقیت دارم، انشاءالله که در مسابقه که پیش رو دارین پیروز باشین. بخیر باشه. بسیار زیاد تشکر از شما که مورد پروگرام خود دعوت کردید. بسیار زیاد تشکر قیس جان. تشکر. سلامت باشین. بینده عزیز وقفه داریم و پس از وقفه خبرهای ساعت 8 بینده باشین.
سلام مجدد به دومین ساعت برنامه بامداد خوش. امروز ما هم یعنی یک شنبه خوش آمدید. بخش پیشفرض هست و بریم ببینیم پیشفرض امروز ما را. بکتاش سروری هستم، فارماسیست. رحمان امینی هستم، مسئله کمپیوتر ساینس. سخت است اما این کار هم میکنیم، کار که یک فرهنگ شده در جامعه ما. قضاوت از روی ظاهر. پس بریم طرف قضاوت کردن و قضاوت شدن. از ظاهرش معلوم میشه که بچه با دیسیپلین است، چون از طرز لباس پوشیدنش معلوم میشه موهایش ضعیف است. فکر کنم که بچه درس خوان معلوم میشه، چون کسایی که درس خوان باشه موهایش زیاد ضعیف میباشه. فکر کنم که آدم اجتماعی معلوم میشه و فکر کنم که خیلی پولدار است، چون لباسهایش برند است، از طرز لباس پوشیدنش معلوم میشه. فکر کنم که به مطالعه علاقه زیاد داره، چون روشن فکر معلوم میشه، چشمای خیلی زیبا داره و ریشش هم خیلی منظم است، جلد سفید داره. ما خودم نظر منفی در موردش نداشتم، ببینم که او در مورد ما چی نظری داشته باشد. به نظر ما عاجز و کم جرأت است کمی، چون راستی پیش آمد معلوم میشه که کمی کم جرأت است. خوش استایل است اما سنگین، استایلش سنگین است و خوش آدم می نه. بچه خنده روی است فکر میکنم، از خاطر که از وقتی که دیدیمش همیشه خنده میکنه. فکر میکنم انسان آرام است و به خاطر دوست شدن بسیار خوب است. چهرهش انسان را جذب میکنه که میتونه فکر کنه که دوست خوبی میتونه برش باشه. بچه با درک و با فهم معلوم میشه، از تیپش هم تو فکر میکنم. فکر میکنم اجتماعی است اما وقتی که در اجتماع میباشه زیر تاثیر میره. عاشق استایل زدن است و از آینکایی که میپوشه برش بسیار خوب میگم. این نظریات ما بود و حال وقتش است که با هم دیگر مقابل شیم. ما درباره خودت قضاوت کرده بودم، برات گفتیم که عاجز و کم جرأت. نمیفهمم همیشه هم تو کم جرأت هستی یا تنها در اینجا کم جرأت؟ والا این نظرت واقعیت دقت داره. من از وقت بعض وقت دوستایی میگن که کم جرأت هستی و همین قسم گپا بیخی دیگه بلکل 100% صحیح بود نگه. اما بچه خوش استایل هستی، من از لباس پوشیدنت فهمیدم که بچه بسیار تشکر. زنده باشی بکتاش جان و چشمات معقول هستم. زنده باشی، تشکر. نگه ما در مورد قضاوت کرده بودم که از ظاهرت معلوم میشه که بچه با دیسیپلین هستی، چون از طرز لباس پوشیدنت معلوم میشه واقعیت. شاید تنها پیش روی خودت هم تو باشم در دیگه جای شوخ باشم. نه ما که میبینم واقعیت همیشه همه قسم هستی. دیگه چه قضاوت کردی؟ ما در مورد قضاوت کردیم که بچه باهوش به نظر میرسی. خب راستی؟ از کجا تقاعد زدی؟ از این حد زدم که واقعیت میاد یک ذره در نظرم ضعیف معلوم شد. اما بچه های باهوش یک ذره میاد ضعیف میباشه و بچه درس خوان معلوم میشده. زیاد درس خوان نبودم اما خوب بود. اما اگه من قدر کم باشم خیلی خودت هیچ درس خوان نبودی، از خاطر مویایت نام خدا بسیار قویست. راست میگی. شوخی میکنم. نه او قسم نیست. به نظر ما بچه بسیار سنگین هستی، بچه بسیار خوب هستی. تشکر. زنده باشی. خوبی از خودت. تنها یک اما که زیر تاثیر میری، امیال کم زیر تاثیر ما هم رفتی، به خاطر بار اول هست دیدی مرا و
کوشش میکنیم از این بابات زیادتر ببینیم. چرا از آشنایید بسیار خوش شدم. برای ما حتماً ما خوش شدم دوستی ما آدم ها پیدا کنه و شرانه بسیار یک چاشت یا یک شب میمان ما شوی دیگه دوستی ما رو دما بتیم. حتماً تنها فکر میکنم ما اولین اشتراک کننده های پیش فرض هستیم که هیچ نظر منفی برای یکی دیگر نشته نکردیم. همون تو نیست؟ همون تو هست. بخید. همون فکر خودت ها. خب رحمان جان بسیار خوش شدم از آشناییت و از قضاوت هایی که بر ما کرده بودی. بسیار تشکر. زیاد شب راست گفته بودی به نظر من. بکر جان ما هم زیاد خوش شدم از دیدنت. واقعیت بچه خوبی بودی. دیگه دیدن ما ایجا با پایان نمیرسد. من در پشت برنامه هم دیگه دیگه رو میبینیم و دوست میشیم و یک شب میمان هم میشه یا یک چاشت دیگه حتما چرانه میبینیم. خوش شدم از اینکه دیدم از اینکه همراه چیشتم همراه گپ زدم و شناختم دیگه. برای بیننده هم وقت خوش میخواییم. پیش فرض بود که با هم یک جا دیدیم. خوب است قضاوت خوب باشه، دوستی که ایجادگرشی باشه خیلی هم خوب میشه. حالا برن هر دویشان یک چشنان هم نوشجان بکنن دیگه خیلی خوب میشه. و هر ترتیبش دوستی و دوست بودن مهمترین ارزش زندگی است که هر انسان انسان موجود اجتماعی هست، در اجتماع زندگی میکنه و ناگزیر افراد را به خاطر دوستی انتخاب بکنه و این افراد هم که انتخاب میکنه و انتخاب طرف هم گیر انتخاب میکنه هر دو باید دقیق باشن و دقت بکنن. حالا که ما چه کسی را به دوستی خود انتخاب میکنیم و چه کسی میتونه دوست خوب ما باشه بحثی است مهم و ارزنده که ما بار بار روش تاکید کردیم و صحبت های بار بار داشتیم و باید خیلی دقیق باشیم که دوست ما کی هست و از طریق امی دوست های خوب هست یا دوست های بد هست که ما را میشناسن. یک کسی اگر مرا میشناس از طریق دوست های میشناس، شما را اگر میشناس از طریق دوست های دان. مهم نیست که در چه سن و چه سال قرار داریم، مهمی است که کی هستیم و چه کسی رو دوست خود انتخاب کردیم. حالا شما در کدام سن و سال هستید و چه کسی رو دوست خود انتخاب کردید خیلی مهم است. پس دوست خوب انتخاب بکنین تا اینکه بینشتان در نسبت به دنیا هم تغییر بکنن با افکاری که بین یکدیگرتان شریک میکنین و صحبت هایی که رد و بدل میکنین. وقفه داریم و پس از وقفه همچنان در ادامه بامداد خوش همراه ما باشید و ما را هم فراموش نکنید. سلام مجدد، شما را باز هم خوش آمد میگم. یکی از دوستا را گفتم که شهر کابل چرا وضعیتش تغییر نمیکنه، گفت که بدتر میشیم بهتر نی. خب خدا نکنه که بدتر شیم، خدا کنه که بیش بهتر شیم. پس از این همچنان گزارش داریم از باسجان ایرج همکار خوب ما که بازم رفته و گزارش تهیه کرده. خوب است بریم گزارش را با هم یک جا ببینیم. سلام به همه بینده های عزیز، امیدوار هستم روز خوب و خوشی را تا دیدن سپری کرده باشین. امروز آمدیم به کوچه آهنگری سرای شمالی تا ببینیم که کار بار آهنگری در روزهای سرد چطور است و همچنان در این رسته دو کاکین دیگه هم است. با هموطنان ما کم صحبت بود داشته باشیم. تا پایان گزارش امروز ما را همراهی بکنید، با ما باشید. خب دوستای عزیز، اینجا هم خوب یک دیره گرم است. هموطنان ما شیشتین که مچه ما را اجازه میتنه. اجازه، سلام علیکم. بیشینیم همیجا یا نه؟ خوب است؟ ساعت شما خوب است؟ خیر خیر است. اسمتون چی است کاکا جان؟ کمی کنی اسم مرا؟ نه نام تا بگو دیگه. اسم من میراوا. خود کاکا میراوا چی کاروبار میکنی؟ چی مصرفی؟ دیگه آتش از بیکاری شدیم. بیخی بیکار؟ دیگه چی کار داره من؟ خیلی دکان هست کسی قدر نام خدا؟ ما خریدار هست می مردم ها، یعنی این دکان هست هیچی نه تو بس تایی که غیر با پلاستی. خب چی می خری؟ نان قاق پلاستی نمی تو چی را دیگه چی هست اینجا؟ با زیر چی میکنی نان قاق و پلاستی؟ بس سر تو را آدم ها مفروشیم. تو سر ما را؟ بازیر باز چی میکنن این نان قاق و پلاستی که؟ گو پلاستی که پس جور میکنه پس هر غریب و بشاره مفروش نگفته. خو خو آلیجه چی میسوزانه؟ پلاستیک. این پلاستیک که میسوزانه بازی با محیط زیستی دود از ضرر نمیرسانه به نظر؟ بگی یک چند رو ببتک ما برم اکشن شو برم آلیجه.
خیر ما یک پیسه یک سرچوب میتم چی گپ ما برم چوب برم بسوزانه نمیگه وای خیر ما یک پیسه یک سرچوب از طرف ما میتم از طرف خود ما میام یاد قصاب کو کال قصاب کنه شما چی حال دارین کاکا خوب هستین شکر فدا فخرم داش بده چی مصرفیات داری خودت دکاندار هستین از دکان چی داری خودت دکان نال قاق تین میکن جارا و سبوز بگینم هست او بازی رو برای حیوانات میبرن او برای حیوانات میبرن به خاطر اینکه شیر به تبر مردم در شیرش سودا کنه و ما سودا کنه میبره فاز دیگه خب بسیار خوب یک خاطره جالب از کاروبارت بگو دا اینجا که هستی خاطره این یال که بیکار است میشتین در حقیقت سیستم پلاستیک در میبینی خاطره خوش است دیگه خاطره خوش است نیست با نظر ما که دودشان شما ما را سوخت گرفت کار باشه بار باشه من چوره پلاستیک بسازم چوره جبشن ما خدا کار مخزون نمیدم یعنی قصه پلاستیک و گنبه کنید من پلاستیک دارم باشه من روز تیز شوم یا خدا مهربان است کاروبار رونق بگیره حال دم باره چی گپ میزدین نمیجا قرارم تو دیره کده بوده خنده داشته دوباره بیکاری کاکا میگه که من حقیقتا میگم که چی میگفتین قطع بگویم بگو چی حال دارین کاکا ساعت شما خوب است شکر فضل خدا جان و جوره خب گفتم من میجا کشیش تا بوده سر چی جر و بحث داشتین از این میجا سیستم سرمی کار و بار و بعدر روز و روزگار و بعدر دکان ها خالی دیگه کار نیست دیگه دیبی نیست یعنی میگه جنجال هست دیگه حال دکان ها خالی است کلش خالیش مانم ببینیم اون از کامره مینی کو بیادر دیگه کو سابق چطور بود با سابق هم امید فروشات نان خوب بود سابق خوب بود یک ذره یک پیسه خرج مرد نان ماند و تو رو ببرام دیگه حالا خود بخیر نم روز روزگار خرابه بیا خدا مهربان است که انشاءالله رونق بگیرم رواجی بیا خیلی بینیم شما چی حال داره؟ شکر خوب حالا خفه نشی بگی کده ما گب نزدی گب دی کده گب دی اسمتان چی هست؟ اسم ما شاپور کاکا شاپور خودتان دیگه میشه شیشتی شما کلتان دوست هسته حتما ما کل ما همسایه هستیم دوستای نزدیک هستیم روابطان دیگه نام خدا خوب است یکان جاک میریم یه همسایه که تکی دیگه شون زد دارن نه از ما تو گب نیست بیادر از ما مثل بیادر باره که یکی دیگه میشونه میخیزی کلتان هم یک کار هم میکنه کل ما یک کار هم میکنه ما همین نانقاق هست همین دستیبیل هست همین چیز هست سودا میکنیم خواه خوشحال شدم یک خاطر جالب از کاروبار از زندگی برای ما قصه بکنم این می خاطر جالب است که نمی جشتی ما بیکار آتش کردیم آیا بیکاری خاطره خوش نیست دیگه جگر جگر ما هم شد که شیشتم کلتان بیکار است خاطر خوش است که بیکاری است اگر کار داشته باشم چرا کار نکنم چرا او بیاد ما کار نکنم چرا ما کار نکنم چرا دیگه کس کار نکنه خاص خاطر بیکاری قرار نمیجه شسته خدا مهربان است که انشاءالله دیگه کاربارتان رونق بگیره خیلی سلامت باشه خوشحال شدیم از اینکه چند دقیقه صحبت داشتیم خیر ببینیم تشکر خب دوستای عزیز کنار بعض هموطنای ما بودم اینجا سابق کوچه آهنگری بود که فعلا خیلی کم به نظر میرسه و شما که میبینین یک دکان دو سه چهار پنج دکان اینجا بسته است اینی هم کوره آهنگری است و این هم سوال بر من خلق شد که چرا فعلا که چون هوا هم سرد شده و بیشتر مردم به چون چوب میده میکنن بر تیشه و اینا ضرورت دارن این کوچه قدر فعالیت نداره یک دکاندار دیگه هم است که میجا بیخی بیکار شیشته سلام علیکم و علیکم سلام خوب هستین ساعت شما خوب هستین بخیر جان و جور سر کوره بشینه بشه کوره مرا در کجاز یک پخ از داده چی حال دارین ساعت شما خوب هست اسمتان چی هست اسم دلاغاز بنام خدا اسمم دلاغاز ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل خب استاد دلاغا چطور که بازار تو کم رنگ شده دکان ها رو من دیدم دو سه دکان بسته بود علتش ده چی هست بیدا کلگی بیمی تو کم رنگ هست یک آینگری چی خب بازم از سال 63 به ایتو که ایجا اینگری هاست اینمی جا یک چیز شنی سرک رفت بازم خوب است خوش هستیم که اینمی خیر تیر شد اما یک صد تا دکان هم که در نقشه رفت خیری آباتی است پولوی از دو دیگه اینه کار بار نیست اینمی مال چین است آمده رویز از تیشه گرفته تا انبور و پلاس و پیچکش و هره هر چیز کار که ما پرچه و خود چی پیام داری برای کسایی که خود تا میبینه؟ پیام ما اینه میست که یک آرامی باشد این ملک ما یک فریمانی باشد دست به دست یکی بتیم که ملک ما جور شود حال پشتی گپا نگردیم که ما فلانی استیم و فلانی و بیادر کل یعنی مردم هم میبینی کل بیکار است از بیکاری بیادر هر چی بگوی جور میشه اگر کار باشه غریبی باشه انج منج از کلگی خدا مهربان است که انشاءالله کاروبارم رونق بگیره بشک خب ما هم دیگه دست دامن خدا را گرفت تا شتر را ایستیم که باش که پرده غیب چه میره سلامت باشین کوکو تشکر بخیر باشین
واقعا بعض هموطنان ما دردشان بسیار زیاد است. جوان دیگه هم تو چاقو را محکم گرفته، چطور هستی؟ خوب هستم. بیا ای طرف، بیا که مزایمت نکنیم با کسی. نام چی هست؟ بلال. بلال چی میکنی بلال؟ این چاقو را تست میکنم. دکان داره؟ آه. دکان چی؟ آینگری. خب، اما آینگری داره، همه پس چاقو را تست میکنی، خودتان تست نمیکنی؟ برقای ما نبود بخاطر این. خب جنراتور نداره؟ جنراتور داریم خرابه. یا تیل نداره؟ نه تیل داره خرابه. خب، دکان از خودتان است؟ آه، آله. پدرت کار میکنه؟ آه. مکتب میری؟ آه. صنف چند هستی؟ پنج. چندم نمره؟ دوم. خنک نخوردی؟ نه خنک نیست. نیست خنک؟ که خنک هستی میگی خنک نیست؟ ما گرم هست اینجا. بخیر باشی. دیدیم دکانان را و اینجا هم کس خوب مصروف هستند دیگه. آهنگری هم میفهمین دوستا کار را بسار مشکل است و باید خوب شیمه داشته باشی. سلام علیکم. وای صاحب جور هستی سر خوب؟ باستی بیادر جان خیرتی سردتان خوب خیر و خیره. سلامت باشی. نام چی هست وای صاحب؟ نامم عبدالعزیز. خوب مصروف هستی دیگه؟ بله صاحب. چطور هست وای صاحب کار و بار آهنگری در این وقتا؟ شکر از خواهد فضل خدا بیادر. نه نام خدا ما ایجا دیدم ده دوازده دانه بیل جور کردی میگی خواست. بیل خود جور میکنیم کس که نخرش تو کنیم. خوی فرمایشی سی همه تو خودت جور میکنی؟ ای خودم جور میکنم بیادر بابا. چقدر دیر میشه کار میکنی اوسه؟ یک سی 35 سال خواستید بیادر. 35 سال از دمی منطقه است یا در دیگه جای کار میکنی؟ نه دمی منطقه استم. ای بیل چی میگن ایره؟ ایره بیل تککی. یک خاطره تا بر ما قصه بکنی صاحب از امی کار باره؟ خاطره ایک نیر بیادر بادر خاطره در این روز از کجا شد؟ چرا؟ غیر خاطره تلخ. غیر خاطره تلخ دیگه چیز نیست. سلامت باشی ای صاحب تشکر. یعنی بیادر ما میگه که شکم خالی باشه خاطره از کجا پیدا میشه. چی حال داری؟ باشه مرم دستم بطه بر ما جوره سی اسمت عبدالله هم عبدالله جان چی کاروبار میکنی خود؟ ما برادر قند میجا دکان داریم تقریبا دکان هم دی بالا و چپه کرد سه چهار ماه پیش یک دو ماه میشه که میجا آمدیم فعلا. چطور از کارهایتان به این وقتا؟ خوب الحمدلله خوب. آخه کاروبار نیست، کاروبار سقوط است. گاهی پان میریم گاهی بالا میجا مقصد جوز بگاه میکنیم. روزانه چند دایت میکنی؟ آه تو معلوم نیست دیگه تو که حساب کنی ساعت به ساعت سه ساعت دیگه برابری دکان داری دیگه گاهی میشه گاهی نمیشه. ده خدا مهربان است ان شاء الله رونق میگیره کاروبار. سلامت باشی. خیر ببینید. خب دوستای عزیزم این بود گزارش امروز ما از کوچه آهنگری سرای شمالی که واقعا دیدیم بعض هموطنان ما از کاروبارشان دور شدن. دیگه بعضی هم مصروف هستن کاروبارشان هندک است. دیگه با امید از کاروبارشان هم رونق بگیره. تا گزارش بعدی تک تک تانو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتان. گزارش بود از باس جان ایرج همکار خوب ما که با هم یک جا دیدیم. گزارش خیلی خوبی بود. حالا هم یک وقفه کوتاه داریم. پس از وقفه هم در بخش کودک با ما باشید با دو کودک نازنین آسنا جان و بنیامین جان. باز هم خوش آمدید. هر دو کودک نازنین همراهیم هست و بیشتر باشون صحبت میکنیم. سلام صبحتان بخیر. صبح بخیر بنیامین. سلام صبح شما بخیر. آسنات صبحتان بخیر. سلام خدمت شما کاران کاکا نجیب و سلام به کسی که ما را بیننده هستن. ماشاءالله خیلی سپاس که به برنامه آمدین. کپایشان هم پیش خودشان هست. در مورد کپایشان هم پرسان میکنیم. چند نمره هستی آسنات؟ من نمره هستم. بنیامین؟ من اول نمره هستم. بنیامین هم اول نمره است. آسنات هم اول نمره است. بیشتر پرسان کردم که کی آشپزی بلد است؟ آسنات میگم. باز گفتم که جنگ که میکنی کی زور میشه؟ آسنات میگم من. اما تو هست آسنات؟ بله. خب جنگ که میکنی یک چند تا بوکس میزنی امی بنیامین یا نه؟ نه خیر نه. خب چطوری خیلی تو زور هستی؟ شوخی خواهد من میکنی؟ بعض وقتا شوخی میکنم. آها از خودت که خورترم بیادر داری یا سنا؟ بله یک خواهر دارم و یک برادر. نام یک برادرم ابو سفیان است و نام یک خواهرم اسما. اسما چی میگی به اسما ابو سفیان؟ بگو برشان یک چیز زمجه. میگم که در خانه شوخی نکنن آرام باشه. تا که آسنات در خانه نیست شما دیگه شوخی نکنی هر دوتان. نام شما بگو باز چی بود؟ نام یکیش ابو سفیان و نام دیگهش اسما.
بلند بگو بردیش. نام یکیش ابو سفیان و نام دیگهش اسما. نه برشان پیام تا بگو، بگو دیگه. پیام امی است که آدخانه آرام باشن، شوخی نکن. تا که شما نامده. ملیا. خب آشپزی بلد نیستی بنیامین؟ نه خیر نه. بنیامین بر ما گفت که من یک مقاله دارم. بله. مقاله تا میشنوی؟ به نام خدا، حقوق کودکان در دین مبین اسلام. هیچ مکتب و آیین به اندازه دین مقدس اسلام به حقوق کودکان توجه نکردن و سفارش های لازم را انجام نداده است. از جمله تعلیم و تربیت، زیرا کودک برکت خانه و نعمت است که خداوند به پدر و مادر ارزانی کرده است. به گونه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مردم سفارش میکند، ز گهواره تا گور دانش بجوه. ماشاءالله، یک سری از تقدیرنامه ها و اطلاعنامه های بنیامین همراهی ما است. بنیامین، با کدام مضمون زیاد علاقه داری؟ با هم مضمون علاقه دارم. یک شخص زیاد، شاید زیاد دوست داشته باشی. ریاضی. خب دو جمع دو منفی یک چند میشه؟ دو سه. اینه ماشاءالله تیز است، دو جمع دو. خب آسانات هم یک پارچه شعر داری؟ بله. از یاد میخونی با خدا بشکر؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. صلح و آشتی. بشنو عزیز من که عجب گفته نیکوست، این گفته را عمل بنما گنج اندروست. نیکی بکن به مردم و از دشمنی گریز، دشمن ز نیکویی شودت ای عزیز دوست. دست غریب و بیوه و بیچاره را بگیر، برهان یتیم غرق که آبش تا گلوست. در کار صلح و خدمت مردم به جان بکوش، کردار صلح جان من از کرده ها نیکوست. ویرانی و تباهی مرگ است بار جنگ، صلح است آشتی که بری سودمند از اوست. جنگ است کینه و حسد بغض کار دیو، می جوی راه صلح امر خدا هموست. امر خدا بگیر و براه خدا برو، رحم خدا برو سران کس که صلح جوست. ماشاءالله، با امید صلح سرتاسری و امنیت در کشور ما انشاءالله. انشالله. خب چی خوب چی رو خوب پخته میتونی اسنات؟ ما تخمه چپس و رومی. گاهی به بنیامین پخته کردی؟ بعض وقت ها. بعض وقت ها. شاید از کنم زیاد خودت خورده باشی. وقتی که شوخی میکنی که زور توستی دیگه، حتما دیگه وقتی که پخته میکنی زیاد شاید خودت بخوری. بله. پرخور است نیست؟ خوب است دیگه. خب باشه، آسنات به کدام مضمون علاقه داره؟ نگی به ریاضی که بنیامین دیگه ریاضی را گرفت، یا تو هم به ریاضی علاقه داری؟ من به ریاضی بسیار علاقه دارم. اینه، ولی نشه که بینده ها بگن که در دانش گپ همان، شاید کدام مضمون دیگر هم علاقه مند باشی؟ من دیگه مضمون ساینس علاقه دارم. ماشاءالله. خب داینده چی کاره میخوای شو آسنات؟ داینده میخوایم دکتر شو. دکتر شوی؟ بله. ما هم دکتر. اینه، من پرسان کده بنیامین هم میخوای دکتر شو. برمبوغین که کپ از کجا گرفتین؟ آسنات یک کپ از کجا گرفتی؟ من یک کپ از اول نمرگیم بود و از مکتبم گرفتیم. خب ماشاءالله، اول نمرگ شدی صنف چندم؟ ما دم صنف اول تا صنف پنجم هم اول نمره شدیم. آفرین. و ای هم کپ هم است، کپ صنف سیوم. ماشاءالله. و بنیامین؟ من میره از مکتب هم گرفتم. به مناسبت چی؟ اول نمرگیم بود. خب ماشاءالله. من گفتم فوتبال کدی یا والیبال کدی، حتما دیگه پیش شدی. ورزش هم میکنی نی؟ گاهی وقت در زیر بلا. آها، کدام ورزش زیاد دوست داری؟ فوتبال. در اتاق فوتبال نمیکنی امروی اصلا؟ نه. حتما فوتبال میکنید. من میفهم بچه که فوتبال میکنند در کودکشان زیاد شوخ هم میباشند. خب پیام اردوی تا میگیریم، هم بر کودکا و هم بر کسایی که درس نمیخوانند تنبل هستند. اول از بنیامین میشنویم. بنیامین چی میگی به کودکا؟ لایق باشند در مکتب خود، درسایشان دائم یاد داشتگی باشند، درسشان بخوانند. خب اگه درس نخواندن و تنبل بودن چی میشه؟ خب باز شاروالی این کارا میشن دیگه. نه، اگه درس نخواندن و تنبل بودن دیگه هیچ کار بار پیدا نمیکنن. آها، زندگیشان دیگه خراب میشه. آسان چه پیام داری به کودکا؟ پیام است که درس خود بخوانن، تحصیل کنن، که به افغانستان ما کمک کنن و هم در جای خوب برسن. آفرین. تو خودت چقدر درس میخونی اصلا؟ من زیاد درس میخونم. شب زیاد کارتونی میبینی نردیتون یا حتما درس هم میخونی؟ شبانه هم درس میخونیم و هم فلم سه میکنیم و کارتونی. فلم هم سعی میکنن، کارتونی هم سعی میکنن. و من مطمئن هستم اردیتان یک جای درس میخونه؟ بله، اردی من یک درس میخونه. کدامتان زیاد درس نمیخونه؟ اردی ما زیاد درس میخونه. اردیتان زیاد. با کودکایی که درس نمیخونن چی میگین؟ درس خدا بخونن، تحصیل کنن که در یک جای خوب برسن. آفرین. خیلی تشکر از اردیتان. تشکر بنیامین. تشکر آسنات. خیلی ممنون. حالا یک وقفه کوتاه داریم، در ادامه برنامه همراه ما باشید. Thank you.
سلام و صبح تمامی دوستا و عزیزا، بخیر آرزو میکنم هر جایی که هستین خوب باشین، صحت و سلامت باشین و بیننده برنامه خودتان برنامه بامداد خوش باشین. بازم بخش سوشیال مدیا هست با تازه ترین موضوعات از صفحات مجازی در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار گرفتیم. دوستا خودتان میفهمین که دمی اواخر آب هوا واقعا بسیار دیگه آلوده شده، تنفس کردن یا آب هوا بسیار مشکل است بر کسایی که مشکل دارن و مریض هستن که طبیعتا میتونه برشان بسیار خطرناک باشه. کسایی که سالم هستن، کسایی که صحت و سلامت هستن، بازم با تنفس کردن ای آب و هوا دچار بیماری های مختلف میشه. خدا کنه که در ارسه هم وطندارای ما و کسایی که مسئول هستن توجه جدی بکنن که بالاخره از این وضعیت که داریم بیرون شویم. و در رابطه با این موضوع ما خواستیم که البته نظریات شما دوستا و عزیزا همچنان داشته باشیم. در صفحه فیسبوک برنامه بامداد خوش از شما خواسته بودیم که بالاخره بر جلوگیری آلودگی هوا چی بکنیم که در چند روز واقعا بسیار آلوده شده آب و هوا. من دیشب بود که بیرون رفته بودم، دوباره وقتی که آمدم یک هوا بسیار تاریک بود، برق نبود و از طرف دیگه به حد هوا آلوده بود که اصلا آدم نمیتونست پیشروی خود ببینم. خب به هر صورتش ببینیم که در این رابطه دوستا چی گفتن، چه نظریات دادن و چه کامنتای دادن. ازشان خواسته بودیم که برای از این که هوا آلوده نشه چی باید بکنیم. نظرات بسیار زیادی است، میریم طرف کامنت ها و نظریات که دوستا چه نظر دادن. آقای نظری گفتن که یکی از راه های حل ای است که از مواد هایی که باعث تولید دود مخرب میگردد استفاده نشه و افغانستان دارای بند های بسیار بزرگ است که میتوان از آنها میلیون ها مگاوات برق به دست آورد. استفاده از انرژی که برق گفته که خود آدم بتونه در داخل کشور تولید بکنه یا بسیار میتونه که کمک کننده باشه. و بانوناجیا گفته که به نظرم توقف جنگ و نامنی و رفتن هر خانواده به ولایت و قریه ها خودش کمک میکنه که نفوذ در کابل کم شود و تعداد موترها هم کم میشه، تعداد از خانواده ها بالاخره کاهش پیدا میکنه و وقتی که فامیلا گفته کم شد، بخاریا و مرکز گرمی هایم که توسط زغال سنگ البته کار میکنه اونا هم گفته استفادهش کمتر میشه. یک جان تشکر از نظر بسیار خوب که ناجه جان بر ما روان کرده بود و دوستای دیگه. و نوید گفته که برای جلوگیری از آلودگی هوا در ابتدا گفته که باید در فابریکه ها، کارخانه ها از مواد سوخت مثل چرم، پلاستیک و غیره استفاده باید نشه و در هتل ها و آپارتمان های رهایشی که از مرکز گرمی استفاده میکنن باید از تصفیه کن ها استفاده شه. و بله، نظر بسیار خوبی بود از نوید جان که بر ما گفتن خدا کنه که کارخانه ها و همچنان آپارتمان ها و هتل هایی که از بعضی از مواد استفاده میکنن که برای محیط میتونه مضر باشه، خدا کنه توجه روی موضوع داشته باشن و استفاده نکنن. دوستای دیگه همچنان نظریات بسیار خوبی بر ما روان کردن. آقای امینی گفته که آلودگی محیط زیست یک چالش جهانی است، همه به فکر راه حل مثل نسوختاندن زغال سنگ، جلوگیری فعالیت های صنعتی و غیره هستن، ولی نکته مهمی است که ما نیاز به فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست داریم. گفته زمانی که ما از لحاظ آموزشی آگاهی نسبت به آلوده نکردن هوا نداشته باشیم، میگه که این میتونه بسیار چالش ها و جنجال ها را بر ما ببار بیاره. در اول گفته ما باید آگاهی داشته باشیم، بعد از او باز میشه که با استفاده از آگاهی خود درسی آلوده کردن هوا رول نداشته باشیم، برعکس کمک بکنیم که محیط ما پاک و صفا باشه. رضا گفته که عمدترین راه حلش ایست که از آنچه مردم در حال حاضر برای گرم کردن خانهایشان استفاده میکنن نکنن. اما با تاسف که خیلی از مردم افغانستان به خصوص شهروندای کابل حتی همان موادهای دودزا را برای گرم کردن خانهایشان ندارن. بله، نظر خوبی بود و دقیق گفته بودن. خدا کنه که از لحاظ اقتصادی مردم ما خودکفا باشن تا باشن موادی را استفاده بکنن که اون مواد در عرصه آلوده کردن هوا تاثیر نداشته باشن. فهیم رحیمی گفته که ایجاد فضای سبز، کم مصرف کردن مواد سوخ مانند زغال سنگ و پلاستیک در خانه ها و حمام ها، دور کردن کارخانه ها از داخل شهر به یک نقاط بسیار دور بسیار میتونه کمک بکنه برای ما که یک محیط پاک و صاف داشته باشیم. بله دوست،
بسیار روز به روز در سه تکنولوژی پیشرفت‌های بسیار زیادی را مشاهده هستیم، حتی در سه طبابت. خدا کنه که بعد از این عمل‌های جراحی که بسیار با دقت و زیاد و ظرافت زیاد ضرورت داره، با استفاده از تکنولوژی مشکلی که ما داریم حل فصل شود. این موضوع بسیار مهمی بود که در بخش سوشال میدیا تقدیم شما دوستان و عزیزا کردیم. طبیعتاً موضوع خیلی زیاد از صفات مجازی، اما متاسفانه به دلیل اینکه وقت برنامه ما بسیار کمی باشه، ما نمیتونیم تمام اون موارد در این برنامه جا بتیم. کوشش میکنیم که در بخشای بعدی و یا هم روزای بعدی اون موضوعات داشته باشیم. این بود بخش موضوعات که تقدیمتان کردیم در بخش سوشال میدیا. در بخش بعدی برنامه با نجیب جان باشیم. تشکر صدف، سلام مجدد به هموطنان ما. بخش آخر برنامه است. دکتر صاحب پردیس بخیر. دکتر صاحب خوب هستید؟ سلامت باشین. صبح هموطنان عزیز ما بخیر. چند نکته بسیار جالب، اکثریت وقتا نجیب جان اگر خبر باشین میگن که چربی هایی که خطرناک از کدام ها است، مثلا چربی های اطراف بازو، چربی های اطراف پاها، درست چربی های اطراف شانه، اما خطرناک ترین از این چربی هایی است که در پهلوهای ما و شما میباشه و همچنان چربی هایی است که در اطراف شکم ما میباشه، که هم میتونه قلب ما را متضرر بسازه، هم میتونه معده ما را، هم میتونه روده ما را، هم میتونه که کبد ما و شما را چی کنه، متضرر بکند. خب اما یک چیزی که نجیب جان قابل یادآوری است، میخوایم در قسمت آخر برنامه بر هموطنان عزیزم این مژده را بدم که تیم تحقیقاتی طبی ما بالاخره موفق به این شدن. عمو دو سه حرکتی که بسیار عادی هست، شما میتونید که در خانه هم این را اجرا کنین، میشه که سبب هم آب شدن چربی های اضافه دور کمر شما شوه و هم از نواحی کجا شکم شما. این را شما بگیرین یک دقیقه. فقط یک بار ما پرسان کنم چند دقیقه فرصت داریم همکار عزیز؟ 4 دقیقه خلاص میشه. خب هموطنان عزیز، شما معمولا کوشش بکنید که اینی حالت پایتان یک برابر شانه باز میشه، دستا پیشوری میباشه، ایره چی میکنین؟ آرام آرام بالا و پایان یک سیت میرین، ایره مثلا به مدت 10 دقیقه ایره میتونین که برین. اگر تواناییتان بیشتر از زیادتر، اگر کمتر از نجویان ایره کمتر میتونم بگین. یک موضوع. موضوع جالب دیگه که هموطنان عزیز ما باید سیره بسیار دقت کنین در قسمت ازی که شما وقتی که نمی حرکت که رفتین میشه که ایره سر نجیب جان نمیرم که نجیب جان باز یک چی میشه میگه که والا دکتر آها اینا فقط به این حالت میباشه، به این حالت میباشه. شما فقط این حال این حرکت چی فایده میکنه دکتر؟ هم به آب شدن چربی های دور کمر مفید است و هم میتونه که تا اندازه مار شما را در ظاهری بتین تو بتین ببخشید من بلند نه دیگه همینجا است. این آدم حالت فقط اینا چی میکنین؟ فشار داده میرین هموطنان عزیز، اینا فشار داده، این هم میتونه که برای زیبایی بدنتون و هم به آب شدن دورای چربی که مثلا در پا احساس میشه و همچنان در کمر. خب یک حرکت دیگه که والا خیلی اکثر نرم هیدم کار نداره، بیا اینجا ببین خود چیکار کنم. دستور این استقامت بیار، دستور این استقامت سوچ این آها ده استقامت. فقط اینی پا را شما هموطنان عزیز چی میکنین؟ وضعیت میتین به طرف پشتر، این را همیشه که سه سید برین. یک چیزی که قابل یادآوری است هموطنان عزیز، این حالت هم اندازین فقط یک بار، این حالت چی میکنین؟ خب این پای پشت سر باشه، این حالت فایده میکنه دکتر صاحب. این هم به آب شدن این استقامت ها و هم در تناسب اندام ما را کمک میکنه، یعنی هم چربی های محوطه ای که هست این چی میکنه؟ آب میکنه به هر دو طرف بریم، به هر دو طرف، یعنی طرف راست و چپ. چون وقت برنامه معمولا در می وقتی که ما میایم کم میباشه، نمیتونیم که مفصل روی ازی صحبت کنیم، اما کالوری انرژی ده که ما شما ضرورت داریم در روز یعنی اضافه که ازمون میشه، این به چربی های اضافه تبدیل میشه. بیان خواهش ما از هموطنان عزیز این است که شما کوشش کنین اکثریت وقتا که میخواین مثلا اینا در موضوعات جلوگیری از چربی های پهلو و همچنان اطراف شکم که قلب ما را متضرر نسازه و همچنان کبد ما را متضرر نسازه و همچنان روده های ما را خراب نسازه، میشه که اینمی حرکت ها را برن و در ضمنش در رژیم غذایی خدا یعنی سه وقتی که غذا را ما شما ببینین برای شام، برای کربوهیدرات، برای پروتئین ضرورت داریم، اما اگر تقسیمات کنن از طرف صبح تا شام که به مراتب کم کرده برن پروتئین خوبتر است و کربوهیدرات یا نشایسته را کم کنن بهتر است. خیلی ممنون دکتر صاحب. این حرکت میشه به هر دو پهلو بره، این حرکت حرکتی که پیشتر شما به هر دو پهلو میشه هم طرف راست هم طرف چپ و توپ هم میشه در بین دو پای بانی بابانی فشار بدیم. اما چربی هایی که مثلا در اطراف پاهای ما توپ نرم باشه، مقصد توپ سخت نباشه. تو نه خیلی تشکر دکتر، سلامت باشین، بخیر باشین. خیلی تشکر امید جان،
میگه 40 ثانیه فرصت داریم دکتر صاحب. اگر در 40 ثانیه چیزی در 40 ثانیه میخوایم یک حرکت دیگری که مثلا پاها دو برابر شانه باز میشه، این استقامت است. از این استقامت بلند میشه یک، از این استقامت بلند میشه دو. این خیلی موثر است در آب کردن چربوهای پهلو. ما یک دفعه روبروی کامرا سلام میشم با 30 ثانیه. زانو بخوره دکتر صاحب. زانو بر زانو بخوره یک، درست؟ این میشه 5 ثانیه فرصت داریم دکتر صاحب. خیلی تشکر. داشته های برنامه امروز همین قدر بود. شما دعوت میکنیم با تباشه بقیه برنامه های طلوع تا فردا هم. خدا نگهدار.